اصلا آقا رسول الله میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، نمیفرماد علی مثلا چی میگه؟ میگه حضرت میفرماد او برای من مثل هارون برای موسی است. یعنی به زبون بی زبونی داره ما میفهمه بابا ببینید آیات هارون رو بخونید چی شد، بنی اسرائیل هارون رو پس دادن، شما هم همین بلا سرتون میاد. همین اتفاق افتاد. حضرت موسی میخواست بره تورات رو بگیره، رفت به میقات، گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم من. عین ماجرای قدیر، برگشتید هارون رو پس زدن، رفتن با سامری بیعت کردن و هارون رو میخواستن بکشن، حمله کردن جلو در خونهش، جلو در اون چادری که بود میخواستن بکشن. جالب، زن هارون هم هل دادن، سر زن هارون خورده به تیرک چوبی خیمه و به واسطه همون ضربه از دنیا میره. چقدر عجیب، اصلا نعل به نعل تاریخ تکرار شده. این سوال برای شما، ده ها هزار نفر روز قدیر بیعت کردن با امیرالمومنین، چجوری یادشون رفت؟ مگه میشه؟ میگم عزیزم مثل اینکه قرآن نخوندی، تفاسیر اینا میگن عدد بنی اسرائیل 600 هزار نفر بودن. 600 هزار نفر تو 10 روز یادشون رفت. تا روز سیوم که حضرت موسی رفته بود توراتو بیاره که کسی تخلف نکرد، که چون گفته بود 30 روزه میام، شد 31 روز. اینا فکر کردن حضرت موسی چی شده؟ مرده، از دنیا رفته. تو 10 روز 95% اون جامعه برگشتن. هارون هم میخواستن بکشن. ماجرای مسلمان اولا در روز نیست و 75 روز بعدشه، فاصله گذشته، حداقل 75 روز گذشته. بعد جمعیت مدینه کلش مگه چقدر بوده؟ و 20,000 نفر، نه 600,000 نفر. پس کاملا معقوله، یعنی ایرادی که اهل سنت میگیرن به هیچ، اصلا قرآن نخوندن.